بعد از این یوتیوبرها پر شده که همشون قیمتای غذا رو میگن. آره دقیقاً. یه سریشون درباره زندگی در مثلا شهر خودش کانادا صحبت میکنه. خیلی بچه‌ها میگن قیمت نمیدونم فلانو بذار توی یوتیوب، نمیدونم برو تسکو برو فلان. من تا حالا این کارا نکردم چون میترسم یه اطلاعات اشتباه به مردم بدم. آره. یه اطلاع مثلا در رابطه با بدیای انگلیس میگی میگن چرا دروغ میگی، در رابطه با خوبیای انگلیس میگی میگن چرا زیاد خوب میگی. مثلا یکیشون درباره استرالیا حرف میزد که مثلا پر کانگورو اونجا بیشتر از انسانه. با 10 پوند چقدر میشه غذا خرید؟ اگه بخوای به پول مثلا ایران رو با اینجا مقایسه کنی که نمیتونی زندگی کنی که. برای من مسخره است اینجور ویدیوها. هیچ وقت حالا اینجوری درست نکردم که مثلا با 50 پوند چقدر میشه خرید کرد، با 10 پوند چقدر میشه خرید کرد. بیشتر به مردم، به آدمایی که تو خارج دارن زندگی میکنن استرس میده اینجوری. آره بابا اصلا فایده نداره. نمیدونم نظر شما چیه بچه‌ها، اونو بگید. اش فیلو شده در خونم یه جای پارکینگ پیدا نمی‌کنی. پیدا کردی جا پارکینگ؟ برو بذار تو ماشینه. حالا فردا میبرم دیگه. الان ماشین گذاشتم اونور. اصلا جای پارک نیست. امروز داریم میریم یه ماشین برای مهدی خریدیم. اونو تحویل بگیریم از ساوثهمپتون. ماشین خیلی تمیزه، عالی. اینم عقبش و حالا میریم داخلش هم نشونتون میدم. اینم پوش صندلی چرمی، عالی. اینم داخلشه، زیادم کار نکرده، واقعا فوق‌العاده ماشین خیلی خوبیه. جلوش حالا میشینیم. آره مهدی هم برای اولی ما رفت توی جاده رانندگی کرد. اینم در عقب، اینم جلو. تیپو میبینید؟ اینا آلندلونه. حالا میخوایم یو اس بیشو پیدا بکنیم. یو اس بیش کجاست؟ وصلش بکنیم. و ماشین واقعا خوبی نداشت میتی، چند وقت بود فقط بخواست پول سیو بکنه و بالاخره ماشین گرفتیم. و نه اینکه بخوایم فقط کلاس بذاریم این ماشین جدید گرفتیم، ولی خواستم یه ولاگ درست بکنم نشونتون بدم. خیلی باحاله. من هوندا دارم ولی خب اینم تویوتا. هفته اولی با ماشین چجوری بود؟ خیلی عالی بود، خیلی مشتی بود. نکنم همه چی یاد گرفته باشی هم نه؟ کم کم یاد بگیرم. باشد صبح اوله شنبه. هفته هنوز این قدرشون دیم. خب بچه من معمولا آنباکسینگ نمی کنم، ولی امروز برای اینکه قول زیاد داشتم، ولی امروز یه میکروفونی میخوام بهتون معرفی کنم چون میدونم بعضی از یوتیوبرها این کانال نگاه میکنن. از کجا میدونم؟ میدونم دیگه. حالا یه میکروفونی میخوام بهتون معرفی کنم که به جای رود میتونید بگیرید. بعضی ها گرون هم نیست. مثلا یه مدل دیگه هستش BMC W3S هست که 300 پونده، ولی خب این زیاد گرون نیست. این چیز در حدود 100 پونده و خیلی باحاله. طوری که به میکروفون، این میکروفون وصل میشه به دوربینای سونی، نه به هیچ دوربین دیگه وصل نمیشه، فقط وصل میشه، البته به دوربینای دیگه هم وصل میشه، سیم داره، ولی خب این وصل میشه به دوربینای سونی و بدون کیبل، یعنی بدون کابل که میره به سونی میخوره، از این کورتشو صدا رو میفرسته به سونی. این هم میتونید مثلا چیه، این ترانسمیتره، این ریسیوره. خوبیش اینه که ریسیور شمارم، صدای شمارم از پشت میتونه ضبط کنه، ترانسمیتر هم صدای شما رو باز میتونه ضبط کنه، یعنی اگر اینترویو داشتید میتونید از این استفاده کنید. حالا بریم باز میکنیم بعد برمیگردیم. خب توی باکس یه ویندسکرین، این کیبله، احتیاج به این کیبل نداره بچه‌ها. این که بهتون گفتم خوبی که دوربینای سونی دارن اینه که، اینم برای شارژ البته، خوبی که دوربینای سونی دارن اینه که
بدون اینکه شما احتیاج به کابل داشته باشید. اینم پاوچشه بچه ها، بذارید توش. فرقش هم دیگه دفترچه هست، هیچ بخواه من دفترچه رو نشون نمیدم، میگم این دفترچه شه، هیچ که براش مهم نیست. بعد خوبیش اینه، ببینید بچه ها، این البته بذارید بازش بکنم اول، این هاش، این بازش. خب یه محافظ داره اینجا، محافظ رو باز بکنید، نگاه بکنید این زیرو، این زیر وصل میشه به بالای دوربینتون، یعنی کولد شوه. خب وصل میشه اینجوری، میشه اینجوری میره داخل اسلاید دوربینای جدید سونی، نه دوربینای قدیمی ها. بعد از این پشت نگاه بکنید، صداتون رو ضبط میکنه، اینجا یه میکروفون داره، بعد اینجا دیجیتال داره. دیجیتال هم کجا بود؟ دیجیتال اینجاست. بعد این آف یعنی خاموش، آنالوگ داره. آنالوگ یعنی که اگر دوربین سونی نداشتید، این از اینجا کابل میخوره، میخوره به دوربینتون. نه کابل هم داره اینهاش، از اینجا، این کابلی که اینجا هست، از اینجا میخوره به دوربینتون. ولی اگر دوربین سونی جدید دارید احتیاج نداره، فقط اینو وصل میکنید، دوربین شروع میکنه به کار کردن. از این ورم اینم میکروفون، یعنی که از این ضبط میکنه، از این ترانسمیتر. میکس یعنی از جفتش ضبط میکنه اینجوری. و بعد ریسیور یعنی فقط از ریسیور ضبط میکنه، یعنی فقط از این ضبط میکنه. یعنی اگه شما پشت دوربین باشید، فقط کافیه که بذاری روی این اولی و این چیکار بکنه، شروع کنه ضبط کردن. البته من میذارم روی میکس، تغییرش هم نمیدم، همینجوری میمونه. اگر این روشن باشه از جفتش میگیره، از جفتش میگیره، ولی فقط اگر این روشن باشه چی میگن، از این ضبط میکنه. و خوبیش نسبت به میکروفون های رود، خیلی دیزاین بدی داره این رود. اولا که مربعه، حالا کاری با اون نداریم. دوم اینکه رود میکروفونش اینه که شما باید دوگمه رو بگیرید دستتون اینجوری نگه دارید. من به رود میکروفون ایمیل زدم، گفتم که به جای اینکه احتیاج باشه که ما اینو، دو تا میکروفون داره دیگه رود، درسته؟ اونا که یوتیوبر هم میدونن، باید اینو دستتون بگیرید روشن کنید. البته بسید من اینو خاموش کنم اول. اینطوریه که شما باید دستتون اینجوری بگیرید روی دوگمه، نگه دارید یه 5 ثانیه تو روشن شه. بعدش هم اشکال داره، روشن میشه روشن نمیشه. 5 ثانیه هم باید روی دست روی این بگیرید روشن کنید. بعد از اینکه ایمیل های یا کامنت های زیاد دادم داخل زیر هر میکروفون رود، اگه برید کامنت من هست، گفتم بهشون یه کاری کنید که وقتی دوربین روشن میشه، میکروفون هم همزمان باش روشن شه. حالا اینو درست کردن، ولی ریسیور باز اینجوریه که باید دو دست رو دوگمه بگیری نگه داری. این اصلا خوب نیست. باید این کارو بکنن، وقتی دوربین روشن میشه هم ترانسمیتر رو روشن بکنن، هم ریسیور اوتوماتیک. وقتی دوربین خاموش میشه، اوتوماتیک اینا هم خاموش میشه. اونی که میخواد ولاگ بگیره دیگه حال نداره که اینو روشن کنه، دوباره دوگمه رو بگیره دستش، یه 5 ثانیه اونو نگه داره، دوباره 5 ثانیه اینو نگه داره روشن کنه. و این حوصله سربره، به خاطر رود فروختم. حالا این چطوریه؟ این طوریه که دوگمه ایه. ببینید من بذارم روی دیجیتال، این روشن میشه، نگاه کنید چراغاش داره روشن میشه اینجا، نگاه کنید. میتونم بذارم روی آف، این خاموش میشه، دوگمه ایه، نمیخوام دستم روش نگردم. اینم همینجوری، اینم دوگمه ایه، این البته آف و آن داره، اینجوری میذارید روشن میکنید. و این خوبیش اینه که با دوربینم روشن میشه، یعنی دوربین خاموش روشن میشه. تنها چیزی که شما باید بهش فکر بکنید اینه. اینو خواستم بهتون نشون بدم، میکروفون ECMW2BT. البته همه دیگه اینو نمیخرن، جدیدش اومده و جدیدش گرونتره، ولی برای اونی که ولاگره من اینو پیشنهاد خیلی میکروفون باحالیه، حتما ترای یا امتحانش بکنید، نظرتون رو به من بگید. خب اینم میکروفون رو وصل کردم اینجا، نظرتون رو به من بگید صدا چه جوریه. ویند مافلر هم داره، از اون بالا وصل کردیم قشنگ به دوربین، از اینجا هم وصل کردیم به سینه. گفتم مدل جدیدم داره، مدل جدیدش گرونتره، دو تا از اینا داره یا یه دونه از اینا داره، یه چیز در حد 319 پونده جوری که من قیمتشو دیدم. صداش یه مقدار از این بهتره، ولی تنها چیزی که شما احتیاج دارید اینه. حالا اینم پشت دوربینه، من رفتم پشت دوربین، 3 2 1. حالا بذارید من این میکروفون اصلی رو از سینه در بیارم و اینو بذارم خاموشش بکنم. 1 2 3. این پشت میکروفون هست، این پشت میکروفون هست که صدا رو ضبط میکنه، و اگه خواست کسی جلوی دوربین وایس صدا رو ضبط بکنه، از اون میتونه استفاده کنه. این خاموشه الان، من در پشت دوربین وایس دادم و دارم صدا رو ضبط میکنم.